استاد سلام مجدد. سلام علیکم. استاد من اول یه سوال میکنم بعد یه توضیح میخوام. اول یه توضیح دادم به تمام بچه‌ای که اینجا شرکت کردن، فکر کنم یه به قول معروف اشتباه فکر کردم. بچه‌ها من به روم به کلاسه میخوام بگم که دوستانی که این کلاس رو شرکت کردین دیدتون خیلی بازتر از چهار تا پیشبینی دلار و پیشبینی بازار و اینها باشه. ببینید الان خود آقای دکتر همین تحلیل سهام و اینا رو برگزار کردن، شما دنبال اعداد باشین خیلی استادا فراوونن، ولی مفاهیمی که به شما دیده باعث میشه بتونید اون استادها رو هم پیشبینی کنید. یعنی رفتار بازارها رو شما وقتی از بالا نگاه میکنی رفتار سیاستگذار رو میتونی بفهمی، وقتی رفتارش رو فهمیدی میتونی تشخیص بدی که مثلا اگه بیت کوین میره بالا چه ربطی به نفت داره، اگه نفت میاد پایین چه ربطی مثلا به طلا میتونه پیدا بکنه، اگه مثلا اونجا داره آمریکا مثلا اوراق قرض میفروشه چه ربطی میتونه به اقتصاد جهانی پیدا کنه، چین داره وقتی میخره داره چه ربطی پیدا میکنه. میگم یعنی دیدتون رو بیارید خیلی بالاتر از مثلا چهار تا پیشبینی عددی دلار و اینها. وقتی که داریم کلاس اقتصاد شرکت میکنیم، اقتصاد این زندگیه. من خودم دانشجو اقتصاد نبودم، اقتصادم نخوندم، من رشته مهندسی عمران بودم و حقوق و برنامه نویسی کار میکردم. یعنی سه تا رشته که خودم کار کردم اصلا ربطی به علم اقتصاد نداره، ولی به هم ثابت شده و حتی چند تا از کلاس‌های مقالات جسته گریخته دکتر نیری رو که دیدم ایشون چون علنا میگه اقتصاد علم زندگیه. یعنی بهش اینجوری بچه‌ها نگاه نکنید که مثلا من بیام دلار رو پیش بینی کنم و اینا، اونا اصلا خود به خود پیش بینی میشه اینو یاد بگیرید. یعنی وقتی دیدش رو پیدا کنید پیش بینی میشه. استاد من مسئله دوم خودم سوالی که داشتم خدمتتون، خواستم ببینم که تو این دوره به اقتصاد سیاسی هم پرداخته میشه یا نه مثلا فقط بحثای مقاله کتابای منکیو و با بلاچارت تمرکز هست. میخوام ببینم که اقتصاد سیاسی هم توش حد تو این دو تا کتاب یا خودتون اصلا تدریس میکنید یا نه. ممنون. بله، برنامه من این هست که حالا حداقل یک سال به تدریس اقتصاد پایه تا مقطع کارشناسی ارشد بپردازم و بعد از اون اتفاقا زیرشاخه های اقتصاد رو یکی یکی من اگر دانشجو داشته باشم، اگر به اندازه کافی افراد در کلاس حاضر بشون، زیرشاخه های اقتصاد رو یکی یکی من توضیح بدم. یعنی اگر که ما حالا برای این کلاس ما تونستیم شروع کنیم، ولی خب من نمیدونم 6 ماه دیگه، آیا الان ما 180 نفر دانشجو داریم، آیا 6 ماه دیگه 20 نفر خواهیم داشت که جلسه دوره آخر همین کتاب رو برگزار کنیم یا نه. ولی به محض اینکه این تموم بشه، اگر که تقاضا باشه، من کتاب مشکین رو شروع خواهم کرد و وقتی اون تموم بشه دروس بانکداری رو برای شما آغاز خواهم کرد و پس از اون میرم سراغ زیرشاخه های اقتصاد، مثل اقتصاد در واقع لان اکنامیکس، یعنی اقتصاد حقوق و اقتصاد. من دوبار دوره لان اکنامیکس دیدم در دانشگاه شیکاگو. الان این آقایون وکلا به بنده میگن بی سواد. شما برید تمام ایران رو بگردید، اگر به جز بنده کس دیگری رو پیدا کردید که در دانشگاه اول دنیا دوره حقوق دیده باشه، خب بیاد بفرمایید. حتی یک نفر دقیق بفرمایید. حالا ما چون با این انحصارشون در افتادیم، چون انتقاد کردیم به این مال مردم خوری، به این اجحافی که به جوونا میشه، خب اینها میان ترور شخصیت میکنن. علایهان بنده تا وقتی که شما عزیزان باشید من هم در خدمتون هستم. و البته اقتصاد سیاسی بخشی از اقتصاد کلانه و ما شما مرتب ملاحظه میکنید که ما در مورد تعارض منافع صحبت خواهیم کرد، در مورد رفتار آحاد مختلف صحبت خواهیم کرد، اما این که پولیتیکال اکنامی رو به عنوان یک درس جدا هم میتوانیم تدریس کنیم، بله در آینده انشالله به پولیتیکال اکنامی هم اگر قسمت و اگر زنده بودیم و اگر تقاضا بود خواهیم پرداخت. اقتصاد بهداشت هست، اقتصاد مسکن هست، عرض کردم حقوق و اقتصاد هست، اقتصاد سیاسی هست، اینها زیر یک علم اقتصاد خیلی مهم، اقتصاد کار هست یا اقتصاد اشتغال هست و دروس زیرشاخه‌های اقتصاد بانک و اقتصاد مالی هست. اینها رو ما اگر خوب تبیین کنیم، افرادی که در این کلاس ها شرکت میکنن بعد از 2-3 سال در سطح مقطع کارشناسی دانشگاه های خوب دنیا اقتصاد رو خواهند آموخت. بنای من این هست که انشالله اینا رو همه رو در طی 1-2 سال دین خودم رو به این کشور به این نفع ادا کرده باشم دیگه. در خدمت شما هستیم. به هر حال الان هم علم اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی خیلی در هم تنیده هستند. کاملا
صحبتی که فرمودید درست بود. جانم بفرمایید. بله ممنون. و هیچی نه تنگم تشکر کنم از به بابت اولی کلاس اصلا برگزار کردنش به این سر. من میخوام یه چیزی بگم، شاید مثلا بچه ها ندارم، من دو سه سال دنبال یه همچین کلاسی هم و بچه ها باور بفرمایید منو که قیمت یه همچین کلاسی در این سر بالای 5 میلیون تومان و 6 میلیون تومنه. اگر شما با این قیمت شرکت کردیم، من نه اصلا به قول معروف با دکتر سردبندی مثلا به قول معروف رو دروسی دارم من ایچی، ولی باور بفرمایید الان برید سرچ کنید تو اینترنت ببینید کلاسی در این سطح استادی که داره درس میده چنده. برای این اصلا با خیال برای این کلاس ها رو بیاییم برای زندگیتون خوبه، اصلا دلار اینا رو به کنار، اقتصاد رو بشناسید، رفتار زندگیتون فرق میکنه، چون دیده بهتری پیدا میکنید. ممنون شما شما خیلی سپاسگزارم. آقای فاطمی ببینید، من فقط یک نکته رو خدمت شما عرض کنم. من یک کلاسی ما برگزار کردیم، خیلی من تأسف خوردم، البته نیت خیریه بود، ما همه درآمد اون کلاس رو صرف عمر خیریه کردیم. قیمت رو باید حدود مثلا برای یک جلسه باید 1 میلیون تومان می‌ذاشتیم، چون ما داشتیم روش سرمایه گذاری در بازار سهام رو یاد می‌دادیم، فوت و فن کوزه‌گری تهدید بنیادی رو یاد می‌دادیم، کلاس فیلتر نویسی. کلاس 1 میلیون تومانی رو ما کلاس به قیمت ایران 1 میلیون تومان، اگر می‌خواستیم به قیمت جهانی برگزار کنیم مثلا حداقل 1000 دلار بود، 1000 دلار میشه 25 میلیون تومان. ولی من با 150 تومان این کلاس رو برگزار کردم، یک مقداری دیدم که اجحاف صورت گرفت، بی انصافی ما دیدیم در این کلاس. خدمتتون عرض کنم، ببینید من دانشگاه وودنگو، من بانک بودم، هیچی، من سیتی بانک بودم، وی پی سیتی بانک بودم، خب حقوقم خیلی بالا بود، بونس میگرفتم. بعد که وارد دانشگاه شدم 8 ماه کار میکردم، 12 ماه حقوق میگرفتم. این 12 ماه حقوقی که میگرفتم، این الان کل درآمد این کلاس به اندازه 15 روز نیست، به اندازه 15 روزی که من در دانشگاه بولونگ تدریس میکردم کل درآمد